برخی مردم در شگفتند که انیشتین چگونه میاندیشید. ما فیزیکدانان چطور میاندیشیم؟ اغلب مواقعی که ما ساکت و در خود هستیم به پنجره خیره میشیم و مجموعه از معادلات سرگردان در سرهامون داریم تا موقعی که این معادلات با هم جور در بیان و بعد دنبال یک کاغذ میگردیم تا روی اون پیشنویس کنیم. نوشتن معادلات در هر جایی در هر لحظه میتونه خیلی مایوس کننده یا آزاردهنده باشه. اون همیشه به تصاویر فکر میکرد. چیزهایی رو در مخیلش به تصویر میکشید. وقتی که پدرش به اون یک قطب نما داد، شبای متوالی مینشست و به عقربش که سمت شمال رو نشون میداد و مجذوب اون قطب نما شده بود. انیشتین یک بار گفت که من میخوام افکار خدا رو از طریق ریاضیات بدونم. انیشتین دنبال یک معادله بود. شاید از یک اینچ بزرگتر نباشه که تمام حیات فیزیک رو در بر بگیره. زیبایی، شکوه و قدرت جهان تنها در یک معادله. این هدف زندگی او بود. او اکنون برای 4 سال است که در حال تلاش و تقلاست تا تئوری نسبیت عام خودش را به طور کامل گسترش بدهد. یکی باید اونو امتحان کنه. آن یک فرضیه قابل تست کردن نیست. اون علم نیست. اون افسانه علم است. انیشتین می‌داند که در مسیر درستی به سمت حل فرضیه‌اش قرار گرفته است. اکنون باید راهی برای اثبات آن پیدا کند. سال 1911 است. 4 سال مایوسانه انیشتین تلاش کرد تا از تئوری نسبیت عام خود محافظت کند. تئوری او پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه او بتواند این مفهوم بنیادین را به نمایش بگذارد. ناگهان ایده ای به ذهنش خطور کرد. اگر او بتواند پرتو نوری به منطقه ای که فضا انحنا پیدا کرده است بتواند، پس بنابر تئوریش پرتو نور خم شده ظاهر خواهد شد. نور فقط مسیر مستقیم را میشناسه. آنچه که انحنا پیدا کرده فضاست. چه چیزی میتونست به اندازه کافی جاذبه داشته باشه که نور رو این میزان خم کنه؟ خب، خورشید چطور؟ با جرم 300 هزار برابر بیش از زمین، خورشید شیئی کامل برای آزمایش انیشتین است. اما چطور کسی میتواند یک پرتو نور در اطراف خورشید بتواند؟ اون میگه نور از ستاره دوردسته که درست از کنار خورشید عبور می‌کنه و در میدان جاذبه خورشید انحنا پیدا خواهد کرد. اما حتی اگر اینشتین درست گفته باشد، او هرگز قادر نخواهد بود که چنین واقعی را مشاهده کند، چرا که خورشید بیش از حد نورانی است. زمانی که خورشید پوشیده است، به این ترتیب ما میتونیم ببینیم که چه چیزی اونو احاطه کرده بدون اینکه توسط نور کور بشیم. اون فقط در طی یک خورشید گرفتگی یا کسوف کامل اتفاق میفته. خورشید اینجاست و توسط ماه پوشانده شده است. او برآورد کرد که اگر خورشید اینجاست و ستاره ها در فاصله این پشت هستند و نور به سمت شما می آید، نور به طور ملایمی خم و انحنا پیدا خواهد کرد. به این ترتیب در چشمان شما این تصور ایجاد می شود که ستارگان به این شکل به بیرون رفتند. نور که در اطراف خورشید حرکت میکنه، این چیزی که حتی مادرش میتونست بفهمه. هیچ کس به واقع تمایلی به گفتن این که این حقیقت است تا زمانی که کسی بتواند آن را با برداشتن یک عکس ثابت کند نداشت. برمانی شما به چه کسی متوسل میشدید؟ او به ستاره شناسان روی آورد. متخصصین فیزیک نجومی. آزمایشگاه ما تمامی جهان است. در 1912 اینشتین معتقد است که سرانجام در آستانه اثبات کردن تئوری جنجال برانگیزش می باشد. او این پیشبینی انقلابی را منتشر می کند. او گفت برو بیرون و اندازه‌گیری کن. برو به یک خورشید گرفتگی و این مشاهدات را انجام بده. هیچ چیزی اتفاق نیفتاد. او در واقع به ستاره شناسان سرشناس نامه نوشت و تلاش کرد که اونها را علاقمند به انجام یک آزمایش کنه و فکر میکنم کمی ناامید شد، چرا که متوجه شد مردم اغلب همین کارو میکنن و ستاره شناسان سرشان با خیلی کارهایی که میبایست انجام بدن شلوغه. این یک عقب نشینی تلخ
و ناامید کننده برای انیشتین بود. اما بعد در رصدخانه برلین یک دستیار جوان به درخواست وی پاسخ می‌دهد. او یک مرد جوان مشتاق و جسور بود که به معنای واقعی کلام حاضر است برای انیشتین تا انتهای زمین برود. نام او اروین فینلی فروندلیش است. فرودلینگ در اوان 20 سالگیش است. او می‌خواهد برای خودش نامی بپا کند. یک احساسی به او می‌گوید که اینجا شانس من است. موضوعات مهم و من می‌توانم بخشی از آن باشم. من دیدم نامه‌ای که برای فرودلینگ فرستادم خلاف اون چه انتظارش رو داشتم داره پیش میره. اون لبریز از انگیزشه. چرا که شما ستاره شناسان میتونید با یافتن اثبات کمک بزرگی به من در رابطه با تئوری نسبیت بکنید و این انیشتین یک انسانه که سعی میکنه شخصی رو پیدا کنه تا کارهایی رو براش انجام بده، چرا که اون نیازمنده به اون هاست. خب انیشتین میگه به زوریخ بیاین و به من بپیوندید. And they're going to honeymoon in the Alps. So Einstein says, "Come to Zurich." فرویدلینگ در ماه عسل با عروسشه و برای دیدار با انیشتین میره. از پنجره به بیرون در جستجوی او نگاه میکنه و او اونجاست. انیشتین اونجاست. او تونست تشخیص بده چرا که او یک کلاه حصیری به سر داره و مانند یک موجود افسانه‌ای آنجا ایستاده است. این انیشتین مشهوره که با پیشبینی‌هایش با او مکاتبه می‌کنه و این یک فرصت عالیه که اون قراره با اون ملاقات کنه. به این ترتیب از قطار پیاده میشه و دست او رو می‌فشاره و همه اینها در واقعیت اتفاق می‌افته. قبل از اینکه بتونن صحبتی بکنن، او این زوج را از قطار پایین می‌کشه. آنها به اتفاق هم برای استراحت در محل نزدیکی در حومی شهر می‌رن. و در بینابین سخنرانی انیشتین میگه ما نیاز داریم که نوشته آزمایش بشه و مردی که این تصمیم رو خواهد گرفت در بین هزار نشسته. او اونجاست و نام او اروین فرندلینگه. همه به سمت او نگاه میکنن و فرندلینگ مجبور میشه که بیسته تا شناخته بشه. اینطوری فرندلینگ بر خود میلرزه. میدانید چنین معرفی در اجتماع عظیم یک ذره سخته. They start hatching up that plan of going. مشکل با خورشید گرفتگی کامل البته اینه که اون فقط از روی مساحت کوچیکی از زمین قابل رؤیته، چرا که سایه ما فقط چند مایل گسترش داره. Shadow of the moon is actually only a few miles wide. اونها جداول رو بررسی کرده و مشخص می‌کنن خورشید گرفتگی کامل بعدی در کریمه که جزء سرزمین روسیه است در 21 آگوست 1914 به وقوع خواهد پیوست. فرویدلینگ به رئیسش میگه ببین بریم به روسیه، من دارم با انیشتین همکاری میکنم، اون مخارج اون رو میپردازه. وی جواب میده امکان نداره و فقط رد میکنه. انیشتین از این مسئله کاملا خشمگینه. رسیدن به ماورای مؤسسات علمی اروپایی. فرویدلینگ به مدیر رصدخانه لیک در نزدیکی سان خوزه کالیفرنیا نامه‌ای می‌نویسد. یک پایگاه دورافتاده و ناهموار ستاره‌شناسی آمریکا. آنجا یک جامعه روی کوهستان وجود داشت. آنها همه خانواده و همسران و بچه‌هایشان را در آنجا داشتند. برای بقا به هم وابسته بودند و تکیه می‌کردند. برای سالیان آن مکان بزرگترین تلسکوپ انکساری جهان را داشت. اما مهمترین نکته این بود که آنجا ویلیام والاس کمپبل را دارد، یک پیشتاز در عکس برداری از خورشید گرفتگی. در خورشید گرفتگی ها فقط با حضور ستاره شناسانی که تنها رصد چشمی انجام میدادن همراه بود. من اونو دیدم. آنها طرح منظر میکشیدن و اگر مردم موفق نبودن چیزی مشابه حرف یک نفر روی حرف دیگری بود. عکاسی به این معنی بود که شما میتونید آنچه را که اتفاق میافتاد ثبت کنید و یک اندازه‌گیری دقیق انجام بدید. کمپل پیشتاز این تکنیک در اوایل قرن 20 بود. فرویدلینگ یک نامه شخصی به کمپل مینویسه و میگه یک خورشید گرفتگی در سال 1914 اتفاق خواهد افتاد. چرا به روسیه نمیایی و اونو از این طریق رصد نمیکنی؟ یک نامه‌نگاری فوق‌العاده بین فرویدلینگ و کمپل در جریان است. اونها اولین نفراتی خواهند بود که تئوری جدید انیشتین از جاذبه رو تایید و یا از اعتبار میندازند. این رصد مهمی بود. کمبل خود در خودش یک اشتیاق احساس میکرد و اونو یک فرصت رویایی برای رصدخانه لیگ و برای آمریکا میدانست. او میگه من این لعنتی را به دست خواهم آورد. اگه قرار این مشکل به وجود بیاره، من کسی خواهم بود که اونو از میان بر میداره.
در همین اثنا فرصت درب خانه اینشتین را میکوبد. قیصر آلمان از استاد اصلی او ماکس پلانک میخواهد که بهترین دانشمند را برای انستیتوی جدید برلین به کار بگیرد. پلانک یک مرد جوان را که کشف خودش در نظر میگیرد توصیه میکند. آلبرت اینشتین. او میگوید اگر ما اینشتین را به اینجا بیاوریم، مردم نگاه میکنند و میگویند که برلین جایی است که جای عمل است. ارزش این را دارد که هر بهایی را برای آوردن او به اینجا بپردازیم. در ژوئیه 1913 دو مرد به ایستگاه قطار زوریخ میرسند. ماکس پلانک و والتون که یک شیمیدان مشهور آلمانی. آنها امیدوارند که درخواست شخصی آنها بتواند دانشمند جوان یاغی را قانع کند که به کشور زادگاهش آلمان بازگردد. دو مرد میانسال با لباس‌های تیره از قطار پیاده شده و برای پیدا کردن اینشتین حرکت کردند. اونا بسیار متفاوت هستند. ماکس پلانک مرتب بود. همیشه خیلی خوب لباس می‌پوشید و به سر و وضعش رسیدگی می‌کرد. عینک یک چشمی میزد و به شکل رسمی صحبت میکرد. اما اینشتین در طرف دیگه حتی از شونه موی سرش هم خودداری میکرد. لباسش یک کت قدیمی یا هر چیزی که احساس میکرد دوست داره بود. از قبل هم مدتی بود که جوراب نمیپوشید. اونها به وی یک پیشنهاد عالی میدن. اون یک پروفسور در برلین خواهد بود و یک عضو آکادمی پروس. اون واقعا مجبور نخواهد بود که در کلاس ها درس بده. اون ماکس پلانک بود. اون ننست بود. اون آکادمی علوم پروس بود. اون تمامی دنیای فیزیک بود که گفت نه، کوتاه اومده و الان میگه که ما تو رو میخواییم. اینشتین به پیشنهاد جواب نداد. اینشتین میگه که چرا شما بقیه بعد از ظهر رو نمیرین یه سفری به بالای کوها بکنین؟ او گفت که من شما رو در ایستگاه قطار وقتی برگشتید ملاقات خواهم کرد. یک دسته گل با خودم میارم. اگه گلا قرمز باشن معنیش اینه که به آلمان میام و اگه گلا سفید بود متاسفم. من این بحث رو کردم که اینشتین پاسخ خودش به این سوال رو به تأخیر انداخت. یه بخشش به خاطر این بود که به نوعی میخواست با لذت اینکه اینطور با شدت دنبالش هستن زندگی کنه. اما واقعیت این بود که این تصمیمی نبود که به سادگی گرفته بشه. اینشتین اقدام به قدم زدن طولانی مدت میکند. اینشتین takes a long walk. زوریخ راحت بود. خیلی چیزها در آنجا وجود داشت که کسی به راحتی از آنها نمی‌گذشت. همسرش واقعا می‌خواد در زوریخ بمونه. از طرف دیگه اونا به وی بزرگترین شغل قابل تصور رو پیشنهاد کرده بودن. یه چیز دیگه هم بود که اینشتین رو جلب برلین می‌کرد. در نقطه یک کارت تولد دریافت کرد. It was Elsa writing him a postcard. السا بود که براش یک کارت پستال فرستاده بود و این میبایست احساساتش رو مجدداً برانگیخته باشه. پلانک و ننس برگشته و در ایستگاه قطار هستن. اینشتین هم اونجاست. It was a dramatic moment. It was a self-consciously dramatic moment. There would have been a little dramatic flair there. اون گل‌ها رو در دست داره و اونها نگاه میکنن و گل‌ها قرمز هستن. اینشتین میگه آقایون من به آلمان میرم. من یکی از شما خواهم بود. در آوریل 1914 دنیای اینشتین روشن تر به نظر میرسد. خورشید گرفتگی که برای اثبات تئوری عام نسبیت که برای مدت‌های طولانی در ذهن اینشتین منتظر پاگو داشتن به عرصه وجود است و به آن نیاز است فقط 4 ماه دیگر خواهد بود. و اینشتین در راه پیوستن به مؤسسه قیصر ویلهلم است. فریتز هابر یکی از بزرگترین شیمیدانان قرن 20 بود. او پروسه‌ای که در تولید کود مصنوعی میتونست مورد استفاده باشه رو به پیش برد که با کمک اون میلیون‌ها نفر میتونستن تغذیه بشن. او یک قهرمان بود. هابر و خانواده‌اش میزبانی اینشتین و همسرش مال و مارش را در حالی که او به دنبال یک آپارتمان برای خودش، آلبرت و دو فرزندش می‌گردد، به عهده می‌گیرند. هابر مشاهده می‌کند که اسکان مجدد در برلین در حال برهم زدن رابطه اینشتین و همسرش است. اینشتین آدم به شدت صادقی بود و ظاهراً هر از گاهی به مالوا در مورد السا میگفت. بعد اونا شروع به دعوا با هم میکنن.
جای تعجب نیست مردی که به جهان به شیوهی منحصر به فرد نزدیک می شود یک شیوه مواجهه نسبتاً غیر موسوم با زندگی را دارد. اینشتین به مالوا اولتیماتوم میده که اگه میخوای در پیوند با من بمونی باید این موارد رو انجام بدی. قرارداد میگه تو باید غذای ما رو به اتاقم بیاری. تو میبایست تنها موقعی با من صحبت کنی که من میخوام گفتگو کنی. نباید از من انتظار صمیمیت داشته باشی. با قدرت بیشتر اون این قرارداد رو امضا نمیکنه. اون میگه نه، من قصد این کارو ندارم. She goes and stays again with Harper and his wife Clara. اون دوباره پیش هاربر و خانواده‌اش میره و پیش اونها میمونه. در همین زمان هاربر بین اونا رفت آمد میکنه و به مذاکره میپردازه. اون سعی میکنه اونا رو با هم نگه داره. اما بیشترین تلاش های هاربر برای نجات دادن این پیوند با شکست مواجه میشود. تصمیمی که گرفته شده غیر قابل برگشته. اینشتین میگه چنین اتفاقی نخواهد. فردان پول کافی برای پشتیبانی دو خانه باعث میشود که اینشتین به مالوا یک پیشنهاد جسورانه‌ای بدهد. پیشنهاد یک معامله میکنه. بهش میگه یکی از همین روزها یکی از اوراق من جایزه نوبل رو خواهد برد. اگه منو طلاق بدی پولش رو به تو خواهم داد و این میزان پول خیلی قابل توجهیه. اون یعنی مالوا میتونه در پایان بسیار ثروتمند بشه و میتونست با بچه‌ها به زوریخ برگرده. اون مطمئنه که جایزه نوبل رو دریافت خواهد کرد. مالوا کاملا مطمئن نیست. اون یک دانشمنده، اون اعداد باقی مانده رو حساب میکنه. اون مسائل گسترده رو حل میکنه. اون تصمیمش رو برای گزینه بعد میگیره. مالوا پسران جوان رو برداشته و اینشتین و هاربر نیز اون رو همراهی میکنن. اینشتین میبایست به ایستگاه قطار بره تا با پسراش خدافزی کنه. اونا شروع به گریه میکنن. هاربر هرگز قبلا ندیده بود که اونا گریه کنن. این یک لحظه کاملا نابود کننده برای اون بود. هاربر فردی بود که در این لحظه اونو سر پا نگه داشت. اینشتین آینده فرزندان خودش را به بردن جایزه نوبل گره زده بود که به هر ترتیبی او آن را خواهد برد. او به اروین فرایندلیش و ویلهام کمپبل تکیه داشت که برایش عکس‌های خورشید گرفتگی را بیاورند. او می‌توانست ببیند که چگونه ستارگان به نظر می‌رسد که حرکت می‌کنند. فرایندلیش با دو یارش در آستانه ترک برلین هستند. اینشتین اونجاست و خیلی خیلی مضطربه. فرایندلیش و دو همکارش چهار دوربین ستاره شناسی و تجهیزات سنگین یک سفر طولانی بار زده و با خود میبرند. اونها میخوان قطاری گرفته و تمام مسیر تا کریمه رو در سرزمین روسیه برن. فرایندلیش و کمپبل امیدوارن که شانسشان را برای یک هوای خوب و عکس‌های خوب از خورشید گرفتگی با کمپینگ در دیدگاه‌های مختلف به حد اکثر افزایش دهند. گروه فرایندلیش جنوب شرقی کریمه مستقر می‌شود. به رغم شایعات هولناک و فراگیر شونده یک جنگ جهانی، هر دوی آنها مصمم هستند. سپس بدترین اتفاق به وقوع می‌پیوندد. در 28 ژوئن 1914 شاهزاده اتریش فرناندز به قتل می‌رسد. قیصر آلمان علیه روسیه اعلان جنگ می‌کند. هیئت اکتشافی اینشتین به ناگهان در خطر می‌افتد. اینشتین به واقع نگران است. اینشتین هیچ راهی برای هشدار دادن به آنها ندارد. اون نمیدانست چه اتفاقی قرار است بیفتد. سپس در عمق جنگل‌های کریمه جنگ به کمپ فرایندلیش میرسد. ناگهان فرایندلیش متوجه میشود چند افسر یونیفرم پوش روس وارد کمپ وی میشوند و از وی اوراقش را میخواهند. روس‌ها برای اینکه ببینند آنها چه کار دارند میکنند وارد شده و فهمیدند که آنها آلمانی‌هایی هستند که تلسکوپ دارند. آنها شروع کردن به تخریب تجهیزات آنها. از کنار تجهیزات من برو. من میبایست خورشید گرفتگی را رصد کنم. آنها بدون هیچ پرسشی فوراً دستگیر میشوند. چرا که جاسوس به شما میآمدند. چه؟ کمپبل یک آمریکایی بی‌طرفه و روس‌ها به آنها اجازه میدن که به کارهاشون برای مشاهده خورشید گرفتگی ادامه بدن. آنها که تمام این راه را طی کردند و این همه پول خرج کرده بودند، از این طریق که جنگ به راه افتاده نجات پیدا کردند. و ابرها نقشه‌های آنها را برباد می‌دهد. شکست کامل.